Pois, eu já te chamou. نشانی شجاعت حاجی مراد قلندروف را بعد مرگ او به پدرش تقدیم کردند. در مراسمی که در مکتب زادگاه در جماعت راحتی ناحیه رودکی برگزار شد، از وی یک جوان شجاع یاد کردند. حاجی مراد قلندروف کودکانی را که غرق می شدند از مرگ نجات داد، ولی خود به هلاکت رسید. وی همگی 18 ساله بود و اکنون به شهر اوفای روسیه آمده بود تا در دانشگاه اگراری آن تحصیل کند. ماه ایون سال گذشته او با دوستای در ساحل دریای بلایا سیر میکرد که دو نورس را دید که غرق میشدند. او و دوستش فوراً خود را به آب انداختند و نورسان را نجات دادند، ولی حاجی مراد خود را نجات دادن نتوانست. کمیته حالتهای فوق العاده باشکردستان روسیه قهرمانی حاجی مراد را با مدال شجاعت قدرشناسی کرد. این کارنمایی همچنین مایه آبرو و سربلندی هزاران تاجیک در روسیه گشت. در مراسم تقدیم مدال نمایندگان حکومت ناحیه رودکی و شعبه کارهای داخلی آن هم اشتراک داشتند. بغیر از مدال روسیه، کمیته جوانان و سیاحی تاجیکستان حاجی مراد قلندروف را سازوار جایزه شجاعت و جوانمردی دانست. یگانه تاجیکی نیست که برای نجات دادن انسان جان خودش نثار می‌کند. اگر شما واسطه‌های اخبار عامه، خصوصا اینترنت و دیگر اخبار گازت و مجله‌ها را مطالعه کرده باشید، هر روز، هر هفته، هر ماه 3-4 نفر مردمی بچه های تاجیک ما که در فدراسیای روسیه به خاطر زندگی، به خاطر کار رفتن جان خود را در سوختارهای متیش میشن، در اونجا نثار میکنن، در دریا غرق میشوند، آدم و غیر را نجات میتن، در بسیار بسیار کارا جان خودشون را نثار میکنن. ماه ایون سال 2019 مهاجران تاجیک در شهرک یبلانوسک جمهوری ادیگه روسیه نیز کودک را از مرگ نجات دادند. نوار این واقعه که رادیوی آزادی پخش کرده بود از 3 میلیون بار بیشتر دیده شد و 7000 نفر آن را پسندیده، صدها نفر به مهاجران احسان گفتند. مرگ قهرمانانه حاجی مراد قلندروف زمانی رخ داد که با سبب همگیری کرونا ویروس راه‌های زمینی و هوایی بسته بودند، اما به طور استثنایی اجازه داده شد تا جسد او با ماشین مخصوص به وطنش رسانیده شود. درباره جسارت شهروندان تاجیکستان در روسیه که 30 سال اخیر این کشور را مکان مهاجرت کاری خود انتخاب کردند، در گذشته هم خبرهای زیاد نشر شده است.